خب بریم واسه ترک بعدی، شب صورتی. داشت این اسما چیه؟ شب صورتی؟ آها مشکی ها گفتش صورتی دیگه، یعنی شبی که مشکی به مشکی. آره دیگه، چون من گفت صورتی به مشکی اونجا. اوکی که آروم بخواب. این هم یه ایسترگه دیگه، این لباسی که داره میپوشه اون لباسیه که تو اون ویدیوش که واسه دوست دخترش فری استایل داده بود پوشیده بود، همین دستمال سر بود، همین لباس با همین حجم چروک. میتونی به زندگی برگرد. اکسش مشکیه یعنی با اون لباسه اومده دیس اکس دو. بردی حتی چند ما دیگه تا یاد بگیری اینو که نکنی گو خوریه هرچی از شادیه. پاشو محمد رضا اسمم روتمون حتی نباشم یه سال، ولی یادگاری من اینه میتونی گوش بکنی به شب و قبل خواب. میبینم که هنوزم چشات بازه هیست، آروم بخواب عزیز دلم یه جا ساکتی. از همون قدیم گفتن که مشکی رنگ عشقه، ولی از تو حتی بعدش میاد رضا صادقی. اینو مطمئنم تو رو اصلا سبایی میدید، حشاشین و صدا میکرده شد دمپایی میدید. نگران نباش درست میشی من تنبیهت کنم، یه هفته نمیذارم بازی کنی اساسین کرید فلج. اوکی بگو چرا طولکی، کم بوده توجه داشتی از دوران کودکی. بیا یه اسم بذاریم رود که به روحیتم بخوره. مثلا صورتی، سوتیان پولکی، عروسک باربی، کارتونای دیزنیلند و لاک و برف شادی. اینا همشون برای توه عزیز دلم. ناز میشی وقتی خوابی. What the fuck. موزیک ترول و تحقیق داده هستم. تحقیق که غلطه، تحقیر. سم میاجی پسر تو. میتونی به زندگی برگردی حتی چند ما دیگه، تا یاد بگیری اینو که نکنی گو خوریه هرچی هشتادیه. پاشو محمد رضا اسمم روتون حتی نباشم یه سال، ولی یادگاری من اینه میتونی گوش بکنی به شب و قبل. خب یادت اومدی تو دایرکتم گفتی استعداد دارم و بهت گفتم عشقی، بعدش چند تا سوال پرسیدی و خواستی شمارم و ندادم، رفتی سراغم و نگرفتی، پیامو تو پاک کردی شروع کردی دشمنی، بعدم با پوتک تیم شدین که بکنین مفری. بابا انقدر چرا همش پوتک رو میگی؟ با پوتک تیم شدیم دادش، نمیدونم یکم زیادی آشنا خودشو خیلی دادش پوتک. چرا باید تیم اصلا؟ نه پوتک، هر آرتیست استبلیش شده ای که حالا ویو اینای خودشو داره، حالا اونم مثلا سر یه کاری که نکردید با هم. نیست، نمیدونم نظر شما چیست، بنویسید بکنین مفری تخممی، ولی بازم نخورد سرت به پانچو. الانم که همه صداد میزنن تلنت هاشون، چون استفاده کردی فلو منو، موزیک ویدیو منو زدی پسر جلو نرو، پانچای منو اووردی. الانم تلنتمی، دلیل میخوای بیا همین چیزایی که کپی کردی و شمردم و پشت پا زدی وقتی دادی فوش مادری. فکر کردی اینطوری میشه یکی گنده باشه که اومدی گفتی مامانم مریضه کاریش نداری، ولی صورتی جون مامان تو که سالمه ولی نه. ببین این حرکت شو دوستشم، حالا بذار ببینیم بعدیش چی میگه. ترس من کاریش ندارم، سر سفره حلال بزرگ شدم، لقمه پیچیدم داشتی حق میدم بهت بهم فوش مادری بدی، چون هیچ وقت پرستار نشدی بعد شیمی درمانی که تو صبح بیدار بمونی و کبوچ زیر چشات مامان تپ بکنه و هی بره دیر بخواب. ولی عیبی نداره، من مهربون تر از این حرفم، با بوسه بری تو این قضیه میشیم بی حساب. میتونی بز... آجی یه چیزی حال کردم این تو، با اینکه حالا موزیک اونجوری موزیکی نیه، یه ترول و تحقیره، ولی نکته‌ای که ازش دوست داشتم نیومد بگه شما کونید من نیستم ولی خودش کونی بازی انجام بده. میگیری چی میگم؟ اون گفت من کونی نیستم و کونی بازی هم در نیورد. متوجه حرفم هستی؟ این قشنگه. آفرین آفرین، خوشم میاد. حالا ما دو ساله داریم میگیم اینقدر فوش مادر ندید اگر موزیکیه، چون اگه بخوای دیس کنی تأخیر کنی باید به یارو بر بخوره. خب فوش مادر بعضیا حساسن، بعضیا چی خیلی حساسن، و اگر بخوای با فوش مادر فقط اون طرفو فشاری بکنی که تو با
به هر حال خیابون هم داری راه میری، یکی فوش میده تو فشاری میشی، چون به هر حال داره به یه چیزی که مقدسه توهین میکنه، میگیری چی میگم؟ ولی خب اون هنر نی. حالا اگه تو میای فوش مستقیم فقط بدی واسه فشاری که ولمون کن، ولی اگه بیای حالا یه پانچی بزنی باز بگیم مثلا یه کاری کرده، حالا اون یکم بحثش جداست باز، ولی باز اونقدر جذاب نی. و الان خوشم میاد بعد 3 سال که ما راجع به این حرف زدیم، هی به ما علکی گفتن مبصر رپ، این داستان توی توییتر و اینور اونور دارم میبینم و حتی بعضیا که تو ریاکشن ها با این فوش حال میکردن الان داره داستانشون عوض میشه و این جالبه. کی همی الان دیستاد؟ به زندگی برگردی حتی چند ما دیگه، تا یاد بگیرین و که نکنی گوخوری هرچی اشتادیه، باشو محمد رضا اسمم روتون، حتی نباشم یه سال در یادگاری من اینه میتونی گوش بکنی به شبا قبل خواب. شبت بخیر عزیزم، صورتی بخوابی. ای واجی خوشم اومده از آشنا تو این حرکاته، با اینکه سنش کمه و فکر میکنم اون تیمی رو که ذهنشو کامل بیارن رو کار رو نره، یعنی اون ذهنیتشو اونجوری که میخواد به صورت پرفکت نمیتونه تولید بکنه، اما روی کردش درسته و نشون میده که باهوشه و اومده که کریرش رو از بیخ درست بسازه، یعنی نیومده خشت کجی بذاره که کج بره، میخواد همینو مستقیم صاف بره و این ریسپکت داره. دمش گرم، تو این سن فشاری نشد بیاد سری حرکت انجام بده، برعکس خیلی از رپرامون که تو سن زیاد فشاری میشن، حرکات عجیب میزنن، کریر خودشونو دستخوش تغییرات بدی میکنن، ولی داره نشون میده که حواسش به اینها هست و این جالبه. دمش گرم. موزیکی خب 100% کار داره، ولی ذهنش و مدل قلمش پتانسیل بالایی داره، واقعا باهوشه و نشون میده که الکی همچین نیومده فقط یه حرکتی بزنه، حساب شده است. آفرین آفرین آفرین. یه ترکی دیگه هم داده به اسم کیش و مات، تنها باگش این بود که گفت دیگه جوابتو نمیدم تو اون 7 دقیقه که سند بود، بعدش دوتا دیگه داد.